سلام دوستان، امروز میخوایم راجع به نوشیدنی های قبل از خواب که روده رو در 20 مین روان و پاکسازی سیستم ایمنی بدن رو تقویت و از سکته در خواب جلوگیری میکنن صحبت کنیم. اما خب قبل از اون یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنی. همه ما میدونیم که 8 ساعت خواب در شب برای سلامتی ضروریه، اما برای بعضی از ما به خواب رفتن و خوابیدن خیلی دشواره. استرس های روزانه و زندگی پردغدغه باعث شده که خیلی از ماها لذت یک خواب عمیق و آروم رو از دست بدیم. در یک نظرسنجی که شامل 2000 نفر میشه نشون داده که نوشیدن یک فنجان چای حدود یک ساعت قبل از زمان خواب به حل خیلی از مشکلات خواب کمک میکنه. نوشیدن چای سبز قبل از خواب میتونه به شما کمک کنه تا خوابی آروم و راحت داشته باشید. این خاصیت نوشیدنی ها به دلیل السینین موجود در اونه. السینین یک اسید آمینه با خواص فراوانه که کمک میکنه تا تنش و انقباض عضلات بدنتون از بین بره و استراب کاهش یابد. همچنین کیفیت خواب شما رو بهبود خواهد بخشید بدون اون که مثل داروها احساس بیحالی و خواب‌آلودگی کنید. این نوشیدنی ها احتمال سرطان رو کاهش میده. مطالعات نشون میده که خطر سرطان های مختلف با مصرف چای به خصوص چای سبز کاهش پیدا میکنه. این شامل سرطان پروستات، پانکراس، مثانه، معده، پستان، روده بزرگ و سرطان کبد میشه. همچنین تحقیقی شامل 70,000 زن نشون داده که چای سبز به طور منظم سرطان کولورکتال رو کاهش میده. همچنین در پژوهش‌ها نشون داده شده که عصاره چای سبز نتایج قابل توجهی در درمان لوسفی لنفوسیتی مزمن رو داره. اگه میتونید سعی کنید به چای سبز خود مرکبات هم اضافه کنید، چون مرکبات جذب کاتچین ها رو خیلی راحت تر میکنه و به همین خاطر بدن شما از اثرات آنتی اکسیدانی بیشتری برخوردار خواهد بود. سلامت قلبی و عروقی خود را افزایش بدید. مطالعات دانشگاه هاروارد نشون داده که احتمال بیماری قلبی و عروقی رو میتوان با نوشیدن این نوشیدنی ها کاهش داد. همچنین باعث کاهش تریگلیسیرید و کلسترول انواع چربی موجود در خون شما میشه. به همین خاطر مطالعات در ژاپن هم نشون دادند که کسایی که هر روز 5 یا بیشتر از 5 فنجان چای سبز مصرف میکنند، خطر ابتلا به سکته مغزی یا حمله قلبی در اونها کمتره و احتمال مرگ هم در اونها 15% کمتره. تحقیقات نشون داده که نوشیدن چای سبز موجب به کار افتادن مجدد روده ها میشه. از گذشته های دور از چای سبز برای درمان یبوست و ناراحتی های معده استفاده شده و روده رو روان و پاکسازی میکنه و تأثیر اون برای درمان یبوست بیشتر خواهد شد. اما از اضافه کردن شیر و شکر به چای سبزتون خودداری کنی. کمتر احساس اضطراب، تنش و افسردگی کنی. کافئین موجود در چای سبز میتونه خلق و خوی شما رو بهتر کنه، در حالی که السینین که قبلا ذکر کردیم هم به مبارزه با علائم افسردگی کمک میکنه. یک فنجان چای سبز همچنین باعث افزایش فوجهای مغزی میشه که این مسئله به آروم بودن خلق شما هم کمک میکنه. راحت تر چربی بسوزونید و وزن کم کنید. تحقیقات نشون میده که با مصرف چای سبز در شب قبل از رفتن به رخت خواب شما میتونید میزان سرعت متابولیسم خودتون رو افزایش بدید. همچنین خواب خوب و راحتی که چای سبز به شما هدیه میکنه باعث افزایش متابولیسم و شادابی بدن شما در طول روز میشه. مطالعات نشون دادن که این افزایش در متابولیسم میتونه تا 4% باشه. علاوه بر این چای سبز دارای خواص ترموژنیکه که باعث افزایش سوزاندن چربی پیش از سوزاندن کافئین میشه. همچنین قادر به تنظیم هورمون‌ها و قند خون شماست که باعث کاهش اشتها میشه. کار دیگری که چای سبز در بدن شما انجام میده اینه که هورمون‌های چربی سوزی رو در بدن شما افزایش میده که باعث راحت‌تر شدن کاهش وزن میشه. کلسترول بدنتون رو کاهش بدید.
کاهش کلسترول با استفاده از چای سبز در تحقیقات بسیاری اثبات شده، اما نباید از اون انتظار معجزه داشت. مصرف چای سبز برای کاهش کلسترول باید همراه با رژیم غذایی مناسب باشه. بهتره بگیم اگر قصد دارید با استفاده از رژیم غذایی و ورزش کلسترول بدنتون رو کاهش بدید، مصرف چای سبز این کار رو آسان‌تر می‌کنه. بهداشت دهان و دندان خودتون رو افزایش بدید. مطالعات در ژاپن نشون دادن که دندان و لثه‌های سالم با مصرف منظم چای سبز افزایش پیدا می‌کنه. محققان حاضر در این مطالعه ادعا می‌کنند که مصرف کنندگان چای سبز در معرض خطر کمتری برای ابتلا به بیماری پریودونتال هم قرار دارند. این بیماری باعث ایجاد التهاب مزمن در استخوان‌ها و لثه‌ها میشه و اعتقاد به اینه که کاتچین‌های موجود در چای سبز میتونن دلیل اصلی سلامت دهان و دندان باشن. سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنید. پلی‌فنول‌ها یکی دیگه از آنتی اکسیدان‌های موجود در چای سبزند که دارای خواص ضد التهابی هستند. این ماده میتونه به بیماری‌های سیستم ایمنی مانند پسوریازیس و آرتریت روماتویی کمک کنه. موهای سالم و پوست درخشان داشته باشی. چای سبز به شما کمک میکنه تا موهای درخشان داشته باشید و باعث کند شدن روند پیری در پوست میشه. همچنین میتونه باعث کاهش درد و شیوع آکنه ها بشه. با نوشیدن چای سبز شما تولید کلاژن رو در پوست خودتون افزایش میدید که به کاهش چین و چروک و خطوط ظریف کمک میکنه. با نوشیدن چای از مزایای استفاده از ویتامین ای لذت ببری که مشخص شده به محدود کردن دژنراسیون سلول کمک میکنه و با آنتی اکسیدان های قوی چای میتونید رادیکال های آزاد مزاحم که اغلب سلول های پوست شما رو از بین میبرند کنترل کنید. قدرت مغزتون رو افزایش بدید. پیشتر گفتیم که چای سبز باعث بهبود کیفیت خواب شما میشه، اما چطور این کارو میکنه؟ باید بگیم که آنتی اکسیدان های چای سبز میتونن تفکر شناختی شما رو تقویت کنن. همین امر در زمانی که شما خوابید به بهبود کیفیت اون کمک میکنه. کافئین یکی دیگر از عناصریه که کمک میکنه تا توابع شناختی در زمان فعالیت مغزی کار کنن. تنها در صورتی که بدن شما بسیار حساس به کافئین باشه باعث بیخوابی میشه. شیر بادام. بادام منبع غنی منیزیومه، ماده معدنی که برای خواب راحت ضروریه و طبق تحقیقی که در مجله طب جایگزینی مولکولی Journal of Orthomolecular Medicine منتشر شد، زمانی که میزان منیزیوم در بدن خیلی پایین باشه فرد نمیتونه بخوابه و از بیخوابی رنج میبره. راه حل: قبل از خواب شیر بادام بنوشید. اگه یه لیوان شیر بادام خیلی بیمزه است، سعی کنید اون رو با مقداری آبالبالو و یه قاشق چایخوری عسل مزه‌دار کنید. این کار خواب شما رو به وضعیت رم، حرکت سریع چشم که خواب فعال یا خواب نابرقبال پارادوکسیکال هم خوانده میشه میرسونه. چای سنبلوتی. سنبلوتیپ فقط برای گربه ها نیست. این گیاه مواد ضد استرابی داره که میتونه ذهن رو آروم کرده، بنابراین میتونه به خواب آروم شما کمک کنه. بابونه. بابونه همراه با استخودوس یکی از معروفترین و متداولترین درمان ها به شکل چای برای خوابه. به این دلیل که خوب عمل میکنه، طعم عالی داره و با افزودن مقداری عسل برای شیرین شدن اون، عسل همچنین موجب تحریک گیرنده های خواب میشه. این اولین قدم برای مبتدی هاست. دانشمندان هنوز نمیدونن چرا بابونه اثرات آرام بخش و خواب‌آور داره، اما در بسیاری افراد تأثیر داشته و به خوبی با استخودوس، بادرنج بویه، گیاهی است که از دسته نعناسانان عطر لیموی تندی از خود ساطع میکنه و ریشه سنبلوتیپ ترکیب میشه. دم کرده ای تخم چیا. گیاهی یک ساله از سرده مریم گلی و خانواده نعناییان است. این گیاه بومی آمریکای مرکزیه. این گیاه رو برای مصرف دانه اون میکارن.
گرچه خود گیاه کاربرد تزئینی هم داره. امروزه تخم چیا جزء گروه خوراکی های فوق‌العاده قرار داره، اما اقوام آستک و مایاها، خدایان اساطیری، تصور می‌کردند که تخم چیا دارای خواص شفابخش شگفت‌انگیزیه. اونها سرشار از تریپتوفان، اسیدهای آمینه ضروری در رژیم غذایی انسان هستند که موجب خواب میشه. میتونید به جای نوشیدن آب خالی قبل از خواب به اون تخم چیا اضافه کنید. میتونید نوشیدنی تخم شربتی با طعم آلبالو و لیموی تازه رو امتحان کنید که مقاومت در برابر اون مشکله. اگرچه بیشتر خواص انرژی بخشی این نوشیدنی رو تبلیغ میکنن، اما میدونیم که آب آلبالو حاوی موادیه که موجب سهولت خواب میشه. شیر نارگیل. فرهنگ های کهن در هند برای قرن ها می دونستن که زردچوبه ادویه قدرتمنده که می تونه به درمان التهاب، آرتروز و بسیاری از بیماری ها کمک کنه. زمانی که زردچوبه با یک منبع غنی از منیزیم مثل شیر نارگیل ترکیب میشه، به یک نوشیدنی دلچسب که به خواب کمک کرد و باعث میشه سرحال از خواب بیدار بشید تبدیل میشه. این دستور آماده سازی شیر زردچوبه طلایی گلدن تورمریک میل میتونه به سرعت آماده بشه و مواد تشکیل دهنده کمی داره. این چیزیه که افراد پرمشغله بهش نیاز دارن. آب نارگیل. اون رو با شیر نارگیل که از فشردن میوه نارگیل به دست میاد اشتباه نگیرید. آب نارگیل کمی تیره، اندکی شیرین و برای سهولت استفاده هم اکنون در بسته‌بندی وجود داره. فقط مراقب باشید که از انواع بدون شکر افزوده، مواد نگهدارنده و رنگ استفاده کنید. میتونید اون رو به تنهایی یا همراه با سایر میوه ها مثل موز که غنی از پتاسیم که یکی دیگه از مواد معدنی مورد نیاز برای خواب مصرف کنید. رازک. اگرچه آبجو و الکل برای خواب خوب مناسب نیستن، اما رازک که یک ماده اصلی در تهیه آبجوه و دارای خواص ضد درد ملایمی می باشد، می تونه به خواب کمک کنه. به خصوص اگه مثل آلمانی ها اون رو به همراه ریشه سنبلوتیپ مصرف کنی. به دلیل تلخی چای رازک، معمولا اون رو با گیاهای دیگه مثل بابونه یا بادرنجبوی مخلوط میکنن تا طعم اون بهتر بشه. چای گلهای رازک و علف لیمو رو امتحان کرده خواب خوبی داشته باشی. استخدوس. از پیش از قرون وسطا استخدوس به عنوان یک آرام بخش مورد استفاده بوده. تحقیقات رایج درمانی نشون داده حتی بوییدن استخدوس میتونه باعث رهایی از تنش، بهبود خلق و خو و تغییر امواج مغز بشه. بهترین نوع استخدوس متعلق به مناطق مدیترانه، مخصوصاً پروونس، یکی از شهرهای جنوب شرقی فرانسه است. وقتی نوبت به لذت از رایحه خوش اون برسه، خیسوندن چند برگ اون به اندازه چای استخدوس خوب آرام بخشه. چای بادرنجبویه. بادرنجبویه موجب خواب‌آلودگی نمیشه، اما به دلیل طعم و بوی لطیف لیمو و نعنا به آرامش و کاهش استراب کمک میکنه. اگه به دنبال راهی طبیعی برای کاهش استرس هستید، چای سنتی بادرنجبویه برای شما جادو میکنه و پر از طعم لیموی تازه و نعناست. اما در صورت استفاده از داروهای پرکاری تیروئید از خوردن اون خودداری کنید. نوشیدنی های حاوی پودر منیزیم. دونده ها، ورزشکاران یا افراد معمولی میتونن از خواص و آسانی استفاده پودرهای منیزیم برای تقویت مواد معدنی مورد نیاز برای خواب خوب بهره ببرن. میشه این پودرها رو فقط با آب مخلوط کرد یا در چای سبز بریزید و برای خواب آماده بشید. گل ساعتی. گل ساعتی یک مسکن مورد توجه آستیک ها بوده و در طول تاریخ به دلیل اینکه بیخوابی رو کاهش داده و یک مسکن ملایمه توسط درمانگرها مورد استفاده قرار می گرفته. چای گیاهی آلویتا، آلویتاز پشن فلاور هربال تی بهترینه، اما ممکنه شما دوست داشته باشید اون رو با مقداری عسل و دارچین مصرف کنید تا خواص گیاهی این چای رو افزایش بدی. نوشیدنی خواب. بله، اسم این نوشیدنی واقعا خوابه.
و هر شیشه اون محصول شرکت نورو هیچ رنگ و طعم مصنوعی نداشته و 35 کالری انرژی داره. این محصول گیاهیه و گواهی اوکوشر سرتیفاید هم داره و در 3 طعم عرضه میشه: هلو زردالو، طالبی انبه و رویای نارنگی. این 3 نوشیدنی حاوی موادی مثل تیانین، ملاتونین و منیزیم هستن که به خواب کمک میکنن. پس میتونید قبل از رفتن به رخت خواب اون رو بنوشید و هیچ زحمتی براتون نداره، چون مواد از قبل مخلوط شدن. آبالبالو. آبالبالو حاوی میزان زیادی ملاتونین، هورمون تنظیم کننده خوابه. مخلوط آبالبالو با وانیل و عسل نوشیدنی خوش طعمی میشه که به خواب شما کمک کرده، رادیکال های آزاد رو از میان میبره. امیدوارم که خواب راحتی داشته باشی. به زودی میبینمتون.